أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حامیم. این کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است. بیشک در آسمانها و زمین نشانه های فراوانی برای مؤمنان وجود دارد و نیز در آفرینش شما و جنبندگانی که در سراسر زمین پراکنده ساخته نشانه هایی است برای جمعیتی که اهل یقینند و نیز در آمد و شد شب و روز و رزق و بارانی که خداوند از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادها نشانه های روشنی است برای گروهی که اهل تفکرند. اینها آیات خداوند است که ما آن را به حق بر تو تلاوت می کنیم. اگر آنها به این آیات ایمان نیاورند، به کدام سخن بعد از سخن خدا و آیاتش ایمان می آورند؟ وای بر هر دروغگوی گناهکار که پیوسته آیات خدا را می شنود که بر او تلاوت می شود، اما از روی تکبر اصرار بر مخالفت دارد، گویی اصلا آن را هیچ نشنیده است. چون این کسی را به عذابی دردناک بشارت ده. و هرگاه از بعضی آیات ما آگاه شود، آن را به باد استهزا می گیرد. برای آنان عذاب خار کننده ایست و پشت سرشان دوزخ است و هرگز آنچه را به دست آورده اند آنها را از عذاب الهی رهایی نمی بخشد و نه اولیایی که غیر از خدا برای خود برگزیدند مایه نجاتشان خواهند بود و عذاب بزرگی برای آنهاست. این قرآن مایه هدایت است و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند عذابی سخت و دردناک دارند. خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما کرد تا کشتی ها به فرمانش در آن حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره گیرید و شاید شکر نعمتهایش را به جا آورید. او آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته. در این نشانه های مهمی است برای کسانی که اندیشه می کنند. به مؤمنان بگو کسانی را که امید به ایام الله روز رستاخیز ندارند مورد عفو قرار دهند تا خداوند هر قومی را به اعمالی که انجام می دادند جزا دهد. هر کس کار شایسته ای به جا آورد برای خود به جا آورده است و کسی که کار بد می کند به زیان خود اوست. سپس همه شما به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید. ما بنی اسرائیل را کتاب و حکومت و نبوت بخشیدیم و از روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم و آنان را بر جهانیان و مردم عصر خیش برتری بخشیدیم و دلایل روشنی از امر نبوت و شریعت در اختیارشان قرار دادیم. آنها اختلاف نکردند مگر بعد از علم و آگاهی و این اختلاف به خاطر ستم و برتری جویی آنان بود. اما پروردگارت روز قیامت در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. سپس تو را بر شریعت و آیین حقی قرار دادیم. از آن پیروی کن و از هوس‌های کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن. آنها هرگز نمی توانند تو را در برابر خداوند بی نیاز کنند و ظالمان یار و یاور یک دیگرند، اما خداوند یار و یاور پرهیزگاران است. این قرآن
و شریعت آسمانی وسایل بینایی و مایه هدایت و رحمت است برای مردمی که به آن یقین دارند. آیا کسانی که مرتکب بدیها و گناهان شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که حیات و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می کنند. و خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است تا هر کس در برابر اعمالی که انجام داده است جزا داده شود و به آنها ستمی نخواهد شد. آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خیش قرار داده و خداوند او را با آگاهی بر این که شایسته هدایت نیست گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مهر زده و بر چشمش پرده‌ای افکنده است؟ با این حال چه کسی میتواند غیر از خدا او را هدایت کند؟ آیا متذکر نمیشوید؟ آنها گفتند چیزی جز همین زندگی دنیای ما در کار نیست، گروهی از ما میمیرند و گروهی جای آنها را میگیرند و جز طبیعت و روزگار ما را هلاک نمی کند. آنان به این سخن که میگویند علمی ندارند، بلکه تنها حدس میزنند. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده میشود دلیلی در برابر آن ندارند جز این که میگویند اگر راست میگویید پدران ما را زنده کنید و بیاورید تا گواهی دهند. بگو خداوند شما را زنده می کند، سپس می میراند، بار دیگر در روز قیامت که در آن تردیدی نیست گردآوری می کند، ولی بیشتر مردم نمی دانند. مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین برای خداست و آن روز که قیامت برپا شود اهل باطل زیان می بینند. در آن روز هر امتی را می بینی که از شدت ترس و وحشت بر زانو نشسته، هر امتی به سوی کتابش خوانده می شود و به آنها می گویند امروز جزای آنچه را انجام می دادید به شما می دهند. این کتاب ماست که به حق با شما سخن می گوید، ما آنچه را انجام می دادید می نوشتیم. اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند پروردگارشان آنها را در رحمت خود وارد می کند. این همان پیروزی بزرگ است. اما کسانی که کافر شدند به آنها گفته می شود مگر آیات من بر شما خوانده نمی شد و شما استکبار کردید و قوم مجرمی بودید. و هنگامی که گفته می شد وعده خداوند حق است و در قیامت هیچ شکی نیست، شما می گفتید ما نمی دانیم قیامت چیست، ما تنها گمانی در این باره داریم و به هیچ وجه یقین نداریم. و بدیهای اعمالشان برای آنان آشکار می شود و سرانجام آنچه را استهزا می کردند آنها را فرا می گیرد. آنها گفته می شود امروز شما را فراموش می کنیم همان گونه که شما دیدار امروزتان را فراموش کردید و جایگاه شما دوزخ است و هیچ یاوری ندارید. این به خاطر آن است که شما آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا شما را فریب داد. امروز نه آنان را از دوزخ بیرون می آورند و نه هیچ گونه عذری از آنها پذیرفته می شود. پس حمد و ستایش مخصوص خداست، پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین و پروردگار همه جهانیان، و برای اوست کبریا و عظمت در آسمان ها و زمین، و اوست عزیز و حکیم.